سلام، خوش اومدید به یه ویدیوی دیگه از کانال ردباز. این بار عزیزان دل قرار بریم سراغ قسمت چهارم بازی فوق‌العاده ترسناک و مریض سایلنت هیل 2 ریمیکش و قرار عشق کنی با ادامه ماجرا. مثل همیشه لایک و کامنت یادتون نره، عشق منید و مرسی که توی این واکترو جذاب و هیجان انگیز همراه منید. و جونم براتون بگی که همین اول کار قبل از اینکه قسمت چهارمو شروع کنیم، تا یادتون نرفته یه چیزو به من جواب بدید توی کامنت ها. بازی رو تجربه کردید یا نه؟ یعنی داستان بازی رو میدونید یا نه؟ اینو بگید، داستان بازی رو میدونید یا نه؟ چرا؟ چون که من توی هر قسمت هی میخوام یه سری توضیحاتو بدم، بعد اینجوری هم که نه این اسپویل میکنه قضیه رو، نگم بهتره. و نمیدونم یه سری چیزا رو بگم بهتون یا نگم، اسپویل بکنم یه ذره جلوترو یا نکن. ای بابا ترسیدم، خدا لعنتت کنه. داری سعی میکنی منو کور کنی جیمز؟ اه خوبه خوبه خوبه، برو کنار عزیزم. یه چیزی که حین ادیتی دیدم اینجا جا گذاشتیم عزیزان اینه که ما یه دونه جعبه پیتزا داریم اینجا، خب، و اینو بررسی نکرده بودم و این مربوط میشه به نسخه اورجینال. خب توی نسخه اورجینال وقتی ما میایم توی این بولینگ علی، اینجوریه که اون پسر توپوله ادی بود اسمش، اون با اون دختر بچه لورا نشستن اینجا، پسر داره پیتزا میخوره و دارن راجب یه، اگه درست یادم باشه، یه نامه‌ای صحبت میکنن که همسر جیمز مری به لورا داده. فکر کنم راجب نامه دارن صحبت میکنن، به هر حال دارن راجب مری صحبت میکنن. توی صحبتاشون چنین چیز رو میشه فهمید و جیمز از در میاد و وارد این بولینگ علی میشه و پشت اون دره اگه درست یادم باشه وای میسته و صدا اینا رو میشنوه و صحبت اینا رو میشنوه و بعد میاد تو و میگه تو نمیدونم زن من از کجا میشناسی؟ فکر میکنم یه همچین قضیه ای رخ میده و دختره فرار میکنه و اونجا جیمز میفهمه که اسم این دختر بچه لوراست و ظاهرا زنشو میشناسه و اون پسر توپوله هم نشسته اینجا و داره پیتزا میخوره. و یه چیز عجیبی هم که اون زمان راجبه این کاتسین وجود داشت این بود که پسره یه تیکه پیتزا رو هی داشت انگار توی کاتسین گاز میزد و میخورد، اما در نهایت وقتی پیتزا رو نگاه میکردی پیتزا کامل بود و اون تیکه پیتزایی که این هی مثلا داشت گاز میزد و انگار پیتزای داشت کم میشد در واقع کم نمیشد و آخر که نگاه میکردی جواب پیتزا کامل بود یه جوری. و آره میگه این شهر پر از هیولاست، کی میتونه اینجا بشینه و فقط پیتزا بخوره؟ هر وقت که این صحنه اینطوری رو میبینیم توی ریمیک اشاره داره به صحنه‌ای که توی نسخه اورجینال رخ داده و توی این نسخه حذف شده یه جورایی. خب هر جا که همچین صحنه میبینیم این موزیکه واسه ما نواخته میشه و یه ذره تاثیر میلرزه و چنین فازی داره، اشاره داره به نسخه اورجینال عزیزان. و اینم از این. خب حالا یه چیز دیگه هم که میخواستم بهتون نشون بدم این بود که این سمت که ما رفتیم اگه یادتون باشه یه جنازه ای افتاده بود، آخر قسمت قبلی رسیدیم اینجا دیگه، یه جنازه ای افتاده بود کنارش یه خوندنی بود که میگفت نمیدونم ترک کردن اینجا در واقع ترک نکردن اینجاست، یه همچین صحبت های عجیب غریبی میکرد و اون جنازه رو که بررسی کردیم یه صدای افتادن دو تا چیز اومد. خب دو تا گوب گوب. یه همچین صدایی اومد. خب و اطراف رو که نگاه کردیم دو تا جنازه دیدیم روی زمین، جنازه این چهار پا دو پایین تنه ها و اینا توی نسخه اورجینالش هم بود، من اینو حین ضبط اصلا حواسم نبود و اینا خیلی رندوم از آسمون میافتن و توی ریمیک هم ظاهرا همین اتفاق افتاد، چون ما بار اول که این مسیر رو طی کردیم مثلا این جنازه رو ندیدیم و بعد که اومدیم روی این جنازه اینجا و نامه رو بررسی کردیم یهو دو تا صدای عجیب غریب شنیدیم و بعد اومدیم این سمت دیدیم اینا افتادن اینجا. معلوم نیست که اینا از کجا افتادن و جریان دقیقا چیه، ولی خب چیزیه که توی نسخه اورجینال هم بود تا جایی که یادمه و
و اونجا نمیدونم اونجا هم از آسمون میافتادن یا از یک آپارتمان بلندی جایی میافتادن، نمیدونم، اگه کسی یادشه تو کامنتو بگه. و آره عزیزان، بریم به مسیر ادامه بدیم. و یه چیزی که بررسی کردم، ظاهرا اگه همون اول مسیر اینجا ما میرفتیم توی موتل و به حرف این دختر ابله گوش میدادیم، کلن دیگه به این بخش که الان توشیم دسترسی نداشتیم عزیزان و دیگه دسترسیمون به اینجا قطع میشد مثل اینکه. و چه خوب که ما به حرف این اسکل گوش ندادیم و اومدیم اینجا رو گشتیم عزیزان. باریکلا. پس لایک رو بکنید که دورم عشق کنیم و بازم از این کار رو بکنیم. خب بیام حالا کامل اینجا رو بگردم عزیزان دلنگیز و بعد بریم سراغ موتله دیگه، تا جایی که میشه همه جا رو بگردیم که کار از محکم کاری عیب نمی کنه. و این دسته ای که توی این قسمت دستمه دریفت داره عزیزان و این کارو واسه ما خیلی سخت‌تر میکنه. واسه ما که نه، واسه من. شما فقط میبینید و میخندید. آفرین آفرین، میگه فکر کنم دارم عادت میکنم به خورد کردن اشیا توسط تو. خب اینجا باز تعمیرگاه عزیزم، اینجا هم که بمب بنزینه، خیلی تعمیرگاه داره و این خیلی عجیبه. این قطعا یه فلسفه پشتش هست که چرا ما این همه تعمیرگاه داریم تو نیم وجب شهر. خب اینجا چیزی دیگه نیست به نظرتون؟ اینجا که قطعاً چیز میزداری. آها بازم از اون چیزا. ای وای، فکر کردم این ماریاست. بابا برو کنار. این شرفه آشغال بمیر. خب چه بعدی ها ریختن. این جکه برای اون سمت بود دیگه، از طریق این میتونیم وارد گاراژ اونوریشیم. این زیر نمیره قاعدتا، باید برا. روغن ریخته اینجا. صدا داره میاد، صدا داره میاد، بعدم صدا داره میاد. خب اینم که برمیگرده سمت بمب بنزین دیگه، درسته؟ ما از اینجا اومدیم. خب اگه ما از اینجا اومدیم پس این برای نرفتیم، نه این برای رفتیم دیگه. ما از اینجا اومدیم. آره ما از اینجا اومدیم. بلوکه شده، راهی نیست. بهت گفتم که اینجا هیچی واسه ما نیست، بیا برگردیم. بابا تو خفه شو عزیزم، هر بار تو میگی برگردیم قطعا اینجا یه چیزی هست که خیلی مهمه. فکر کنم اونا رفتن فعلا. بله. آه چیه؟ هیچی، فقط دژاوو.
دژاوو یه اصطلاح فرانسویه دیگه، وقتی یه جایی رو مثلا میبینی یا یه چیزی رو تجربه میکنی و حس میکنی که قبلا اونجا بودی یا اون چیز رو تجربه کردی، به اصطلاح میگن دژاوو. و چون توی نسخه اورجینال اینجا یه حرکتی میزدیم، کاراکتر این دیالوگو گفت. و اینم بگم که من خودم نسخه اورجینال رو تجربه نکردم. بازی وقتی من 8 سالم بود و خیلی بچه بودم واسه بازی و مثل سگم میترسیدم، پسرخالم بازی میکرد، من نگاه میکردم و چیز زیادی از اون موقع یادم نیست، فقط یادمه که تو یک مه میدویدیم، فقط همینو یادم. و سایلنت هیل یکو ولی بازی کردم. آخه نه، نکش ماریا رو، نکش، نه من بدون ماریا نمیتونم، نه ای ماریا، نزدیک بود بکشت تو ماریا، خیلی ناراحت شدم ماریا، من نجاتت میدم ماریا. ای وای، اصلا یهویی پرید رود، یهو غافلگیرم کرد ماریا. نوک نزن، نه ترکی. اه زخمی شدی؟ این چلاغا چرا را میری عزیزم؟ آره خلاصه سایلنت هیل یک رو من بازی کردم، دو رو بازی نکردم. اون دوران فقط پشت دست پسر خالم وای میستادم بازی رو نگاه میکردم. اونا دارن میان، اونا غلط کردم با تو. و بعد که بزرگتر شدم بازم بازی نکردم، صرفا واکترو بازی رو دیدم و یه سری چیزا خوندم، مثلا راجع به فلسفه پشت بازی و این صحبت ها. و کلن توی ساخت این بازی از خیلی نویسنده ها الهام گرفتن، از کتاب، یه کتاب داستایوفسکی اگه اشتباه نکنم الهام گرفتن، کتاب جنایات و مکافات یه همچین چیزی. و بعد مثلا توی نقشه رو که نگاه کنید اسم اکثر خیابونایی که توی نقشه میبینید اشاره داره به اسامی اون نویسنده هایی که نویسنده بازی ازشون الهام گرفت. خب جون سبز این هم واسه تو. دیگه این جکه کجا بود؟ برم درست میام. آره این بیشرف ها یهو ریختن بیرون، اینجا خلوت خلوت بود. اینم که حالش خوب شد. چرا این برای نگاه کرد؟ اینجا بود یا اینجا بود؟ این ور بود نه؟ آره. آها. مطمئن این ایده خوبیه؟ آره اشکال نداره، فقط یه دقیقه بهم وقت بده عزیزم. هی بابا عجب گاوی هستی تو. اونجا اوکی میتونی منم بیاری تو؟ خب توی بیمارستان بروک هیون مثل این که خیلی ها رو اخراج کردن یهو، و این باعث شده که آینده ی این انستیتو تهدید بشه، یه جورایی در خطر باشه. خب ماه گذشته خیلی ها رو اخراج کردن و این اخراج شدن همینطور ادامه داره. بیش از 10 نفر تا الان اخراج شدن
که این باعث شده بیش از نصف خدمه بیمارستان کمتر شن و این وضعیت اگه بهتر نشه باعث میشه که جون بیماران به خطر بیفته، یه ریسکی محسوب میشه برای جون بیماران. بروک هیون یک بیمارستانه که تاریخ درازی داره، توی سال 1810 تأسیس شده، زمانی که یک بیماری اپیدمیک مرگبار کل منطقه سایلنت هیل رو فرا گرفته بوده. از اون موقع تا الان مدام داره به شهرونده این شهر کمک میکنه همه جوره، هرچند که ساکنین اینجا دارن بیشتر و بیشتر نگران این میشن که یک بیمارستان روانی وسط یک شهر ممکنه تأثیرات منفی داشته باشه توی جامعه محلی اینجا، و ساکنین اینجا میترسن که سانحه دو سال پیش دوباره تکرار شه. دو سال پیش چی شده؟ نمیدونیم فعلا، فکر کنم منظورم آتیش سوزی باشه، یادم این آتیش سوزی بود. حالا جلوتر بریم جریانشو میفهمیم قطعا. Made it. مثلا بالاخره تونستم، همچین منظوری دارم. 20 یا بالاخره رسیدم. چقدر اینجا چیز میز داشتیم. چیز دیگه ای به نظر میاد نیست. تام بیا تو. یه تو کمتر غور بزن. آه چیز خوب اینجا پیدا کردی؟ یه تا جایی که میشه. آره دیگه خب دیگه این مسیر اینجا که بسته بود، بعد اینجا هم که هیچی، حالا باید بندازیم بریم توی مسافرخونه. یه همه جا رو گشتیم درست میگم؟ فقط اون در اون بالا قفل بود. چی؟ بخش تاریخیه هیستوریکال سوسایتی، جامعه تاریخی سایلنت هیل، اون ساختمون که اون بالا دیدیم اونجا بود. فکر کنم این ساختمون مربوط باشه به یکی از پایانهای بازی، که بار دومی که بازی تجربه میکنیم میریم اونجا یه آیتمی پیدا میکنیم که یکی از پایانها رو از طریق اون به دست میریم. فکر کنم قضیهش این باشه ولی نمیدونم، مطمئن نیستم. بریم دیگه، بریم جایی که این اسکول به ما قرار نشون بده. مسافرخونه جک. تا حالا همچین جایی اقامت داشتی؟ دیواراش انقدر نازکن که همه چیو میتونی بشنوی. عشق، نفرت، حسادت. چه جالب. عزیزان دل، بریم از همین پایین. جیمز، همه چیز رو برای عزیزم خفه شو دارم سیو میکنم. جای سیو توی هر بازی، مخصوصا توی بازی این چنینی، عزیز من یک مکانیه برای آرامش یافتن، برای آروم شدن. تو انقدر رو مخم، من دیگه آروم نمیشم. هی تو میزونی؟ به نظر میاد که یه لحظه موندی سر جا خشکت زد. آره من خوبم. عجب دختر رو مخیه، چقدر فضوله، چقدر کنه است. بابا خفه شو، خفه شو زن. این کنترل چیزی که ما نیستیم. این کنترل یعنی مثلا کنترل دست خودته و ما کنترل نداریم. اگه کسی چیزی لازم داشت، من دارم لولا رو توی اتاق 107 تعمیر میکنم. اتاق 107 لوله کش لازم بوده مثل این که. خب بیا ایزم، بیا گم نشی.
نوشابه بزن. 101 102. قفله. عجیبه. چرا عجیبه؟ من بیخیال. یا یه رای پیدا کنیم که بازش کنیم. 106. ای 107 نبود اتاقه. چه جای دنجیه این اتاق. یه مشکلی داره، بکنم باید اینجا رو ترک کنیم. بابا بیخیال، شل کن جیمز. قطعا از فرار کردن از دست هیولاها که بهتره اینجا بوده. من خیلی مطمئن نیستم. کلاه آرتور مورگان رو داریم، میبینید؟ برو کنار ایزن. احتمالا از اینجا بریم اتاق 107. نه بغلش هیچ اتاقی نبود دیگه انگار. آها، این چاقو رو که ما گرفتیم بررسی نکردیم. چاقوی انجلا کار خاصی نمیکنه، فقط یه نگاهی بهش بندازیم ببینیم چی به دست آوردیم. یه چیزی هم گرفته بودیم که بررسی نکردیم، یه دستمال پیدا کردیم. نه اینو بررسی کردیم فکر کنم. خب اتاق 107 افتاده طبقه بالا، میرسیم که کماکان میتونیم برگردیم اونور. یه ذره جلوتر بریم دیگه راه برگشتی نیست عزیزم. چه موزیکی. خب این 108ه، این قاعدتا 107ه دیگه. ورودی 107 بسته است. میتونی در واسه من باز کنی؟ یه تو عیزم. آها از اینجا میریم اتاق 107. Why thank you, good sir. او مرسی آقای مهربان. چه میکنی اونجا؟ 130 تا تیر دارم. بیست و پنج هم جون داریم. کلن تا حالا آمپول نزدم، فقط قرص خوردم. یکی کمتر، سه یکی بیشتر، هشت سه تا کمتر، صفر یکی بیشتر. آها الان با عقل جور در میاد. یکی کمتر میشه صفر. این اتقان رمز چیزه دیگه، رمز گاو صندوق است. یکی کمتر صفر، سه یکی بیشتر چار، هشت سه تا کمتر پنج، صفر چار پنج، صفر یکی بیشتر یک، صفر چار پنج یک، صفر چار پنج یک. این ایسترگه صفر چار پنج یک. شاید پرتکرارترین و مهمترین پسورد کل صنعت بازی سازی عزیزان. و فهم میکنم اولین بار بازی چی بود؟ چی بود اسم بازیه؟ اسم بازی هر یادم افتاد. سیستم داشت روش، سیستم شاک نمیم، یه همچین اسمی داشت. اولین بار اون بازی میاد این پسورد رو استفاده میکنه و اگه درست یادم باشه توی استدیوی سازنده بازی انگار یه دری بوده که پسوردش همچین چیز بوده و اینا میذارن پسورد رو توی بازی و هی تکرار میشه. توی فهم کنم 20 تا بازی از موقع تا الان این پسورد هی تکرار شده و یه پسوردیه که خیلی جا میبینید توی بازی مختلف.
سیستم شاک، سیستم شاک. خب 0451 اینجا هم کامل گشتیم دیگه. موزیک، موزیک جذاب. Hey. به میکنی یکی به میاد. این لباس ماریا توی نسخه اورجیناله. آره چرا که نه. اونقدر که فکر میکردم ذوق نکردی، ولی همینم کافیه. خیلی اونجا داف بود. یه فهم کنم این تتویی که الان رو سینه‌شه تو نسخه اورجینال روی کمرش بود. دقیقا اینجا که شکمش معلوم شد میفتد اینجا. خب بریم عزیزم. بالا نمیره؟ نه. 0451 چرا به ماشین نگاه کرد؟ آه به سیف داره نگاه میکنه. سیف چار پنج یک باوری کرد. جیمز کمک. آخه خب یه دور دیگه ما اینجا رو جیمز میام الانیزم میام دستم منده به خدا، به خدا کار یه لحظه فقط وایسون مندم. ای مرد وای اچ اخ ماریا رو کشتن. وای چقدر ناراحت شد ماریا مرد. ای وای ای وای ای وای چقدر بد که ماریا مرد. نگو که از اول اومد. بای لعنتی از اول اومد بابا. لعنتی بذارید برم دوباره بگردم همه جا رو. اینم نتیجه دلقک بازی عزیزان. صفر چار پنج یک. خوشحالم که تو اینجا بودی. قربونت برم عزیزم. به محض اینکه شنیدم جون در خطره سگ دو زدم. اصلا نمیدونی چقدر تو برای من اهمیت داری. فکر کنم تو جونمو نجات دادی اونجا. خوشحالم که این کارو کردم. آره منم خوشحالم. واقعا خیلی خوشحالم. خیلی بازی مجبورم کرد. خب این دره بسته بود دیگه الان باز شد. و این کلیدی که پیدا کردیم هم واسه اینجا بود. دره واسه اینجاست. آفرین. آخ جون حالا کجا بریم؟ فقط از همین سمت میندازیم گیریم. خب ما الان اومدیم داخل. خب حالا بذارید ببینم میتونم برگردم. از کجا دیگه نمیشه برگشت که این منطقه رم اون مکان غیر قابل بازگشت رو هم بهتون نشون بدم. کماکان میشه برگشت که پس از کجا به بعد نمیتونیم دیگه برگردیم. خب جیمز 3 سال مدت زیادیه. اگه پیداش کنی بهش چی میگی؟ بهش میگم که عاشقشم. خب پس خوش به حال اون. منظورت چیه؟ هیچی. همینطور که گفتم 3 سال زمان زیادیه. ای بی شرف لوند من با این حرفات نمیتونی سست کنی. من زانوام قوی تر از این حرف هاست.
مرسی. خیلی فشنگ داریم، 140 تا فشنگ. محدودیتم نداره، هر چی جمع کنی نگه میداره. نه نمیگه. بپر. نمیپره. نه نه نه. ای. صدای چیه؟ فعلا اون سمتی نمیریم. اینم که بسته است. انسامنیا، بیخوابی. ما باید بریم اینجا؟ بالدوین منشن، کاخ بالدوین. اسم بالدوین آشناست. اگه درست یادم باشه اینجا یه بنده خدایی با ماریا صحبت میکنه. یه بچه مرده. چی بودی؟ نه کسی صحبت نکردی. همه چی رو به راهه؟ آره. فقط اینجا این مکان منو میترسونه. مطمئن نیستم چرا. تا حالا داخل بودی؟ من مطمئن نیستم، اما به نظر یه جورای آشناست، مثل یک خاطره بد. هیچی نیست، راست میگم. بیخیال، یه توپ هست، یه نترس. نمیاد تو، کلن میترسه. خب به مسیر ادامه بدیم دیگه. عجیبه. این نباید اینجا باشه. خب حالا که هست، خب حالا چیکار کنیم؟ حالا میگردیم دنبال یه راه دیگه. یالا آها، از اینجا به بعد نمیتونیم. اوه اوه اوه، از اینجا به بعد نمیتونیم برگردیم دیگه.
چوبو گذاشت. آها حل چی شد؟ خوب کرد، خوب کرد، یه سلاح بهتر برداشت. چه سریع هم به محض اینکه چوبو گذاشت یه سلاح بهتر دم دست بود. خب نزدیک اوف نزدیک من باش، اگه زمین چی نمیشه نگره نباش. گرک میدم من که دنبال تو نمیام عزیزم. صداش تأخیر نداره، صدای زدنش یه صدام ثانیه تأخیر داره. این رو عجب طوفانیه. اوی گفتم گفتم یکی اینجا قایم شد. چقدر زیاده عیزم، برو کنار دستمالی نشه. اوه چه سنگین خوب میزنه، این از چوبه خیلی بهتره. چه حالی میده با این. تو که نمیرم فعلا، این به نظر میاد مسیر اصلی باشه. نریم یه را بسته شه. خوش مشخص میکرد از کجا بریم. یه راه برگشتی نیست. میترسم برم جلو، میترسم برم دیگه بر نگرده. چرا خوب میزنه بیشیم بابا. آها اون عوضی هم اول میخواست ما رو بیاره اینجا.
آخ 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 افت فریم گرفتیم و درست شد. مشکل از OBS بود. از سمت من ای وای آشقال ای وای ای وای ای وای ای وای بمیر دیگه جونم مادرت بمیر. خب به نظر میاد اصری اصری همون سمت دیگه. ما باید بریم به هیونز نایت. هیونز نایت حالا میریم میبینید قضیه شه، ولی بخش بعدی داستان اونجاست. پس ما میریم این سمت، میریم این سمت رو بررسی میکنم. باستون دره بندازیم بریم دیگه، اینم که میره همون سمت. از اونجا الان میام ایزن از داخل فنس باید رد شیم بریم. ای بیشتر گفتم اینجا وایسته ایزن وایسته عجله نکن، عجله کار شیطونه. برو کنار تو همه جور گشتیم درسته؟ چیزی از قلم نیفتاد. برو بریم. فکر کنم دیگه جامون امنه. طوفانم رفت. ما که امن شدیم طوفان هم رفت دیگه. گفت اینا که دیگه جاشون امنه دیگه، ما اضافه کاری نکنیم دیگه، ما هم برگردیم. Thank you.
همون پروانه که خالکوبیش روی سینه دختر است، روی درم هست. واو، از تو گاب صندوقش کلید رو در آورد. باریکلا. این کنار نوشته در رو بسته نگه دارید. می‌بینید این چیزی که نوشته بود در رو بسته نگه دارید، در مطمئن شناسه همیشه بسته باشه، این چیزیه که معمولاً داخل ساختمون می‌میسن نه بیرون ساختمون. چرا بیرون اینو نوشته بوده؟ خب اینجا یه باره، باره مشروب دیگه قاعدتاً. وضعیت عالی، 158 فشنگ، 20 خورده جون، ولی تو بیمارستان قراره به فنا بریم عزیزم. در استیج آماده ای که بکشیش. اینجا بکشیش منظور اینه که مثلا بتر کنی، آماده ای ترکوندن، آماده ای مثلا قوی ظاهر شدن توی یه چیزی. 82 عدده را آخر نفهمیدیم چیه. خب مسیر اصلی به نظر اینه، پس این بسته هستی ها؟ آره. ماریا؟ سلام، کجا رفتی؟ چهارشنبه های وحشی. از تبلیغات و فضا خودتون میتونید حدس بزنید که اینجا چه جور مکانیه دیگه. بازی توقع داشت شما پارشیم که اینقدر داره به ما چیز میز میده. واقعا رو درجه سختی چیه؟ درجه سختی استاندارده؟ درجه سختی ما چیه الان؟ کجا میزنه؟ کامبت چلنج؟ آره رو درجه سختی استاندارد لایت داریم، استاندارد هارد. خیلی بازی آسونه رو استاندارد، یعنی مهمات و همه چی خیلی داره به ما زیاد میده. بله اومدیم کفش فروشی عزیزان. هی هی ماریا؟ What? چیه؟ Come on, آبی خیال اینطوری نگام نکن. I was just kidding. فقط داشتم شوخی میکردم با. What is this? تو چیکار میکنی؟ قضیه چیه؟ Special place. این همون مکان مخصوصی که ازش حرف میزدی؟ Just have to go through and out the front. احمق نشو، باید از اینجا بریم و از اون ورش در بیایم.
Then again, now that we're here. ولی به هر حال حالا که اینجاییم، حالا که تا اینجا اومدیم، can't we stay? میشه بمونیم؟ just for a little while. فقط یه کوچولو. catch our breath before. یه نفسی تازه کنیم قبل از اینکه دوباره بریم بیرون. من وقت استراحت ندارم زن. مری ممکن اون بیرون باشه منتظر من. I know. میدونم. فقط میدونی این مکان، این وضعیت مثل یه کابوسه. من فقط میخواستم ازش دور شم، حتی برای یه ثانیه. ببخشید. نه 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 عزیزم، اشکال نداره. ببخشید، منظوری نداشتم. خر نشو، اینا بازی های زنونه است. به گمونم این مکان داره اذیتت میکنه، داره بهت غلبه میکنه. من دیوونه شدم. میدونی که فکر میکنم اون ممکنه اینجا باشه. به گمانم میشه گفت دیوونه. یاره یه کلمه مناسب دیگه هم میتونم پیدا کنم. خب اون چیه؟ عاشق. امیدوار. خب that's a nicer way of putting it. اینم یه جورشه، یه جور مهربونانه ترشه اینکه جای دیوونه بگی امیدوار. بفرما. عرق سگی میخواد بریزه واسه ما. What are you doing? دیگه چیکار میکنی؟ Something to take the edge off. یه چیزی که یه ذره آرومت کنه، ریلکست کنه عزیزم. No? نمیخوای؟ You sure? مطمئنی؟ ای بی شرف چجوری نگاه میکنه؟ چقدر ما مرد و واقعا خیلی گناه داریم ما مرد. خیلی خوب اینجوری برخورد کن. باش به سلامتی. امید از بین نرفتنی، امید مثلا نمردنی. امید همیشگی. نخور، خر نشو. احتمالا باید بریم دیگه، به مسیر ادامه بدیم. باشه. نخوریا، نخوریا. Ready when you are. هر وقت تو آماده باشی من آماده هم. جدی ما مردا گناه داریم. یه زن یه لبخند به مون زن عاشق میشیم. Is that you? توی؟ Would you like it to be? دوست داری من باشم؟ ای بیشرم، ای بیشرم. گبه بهشت. چرا راجب اینا سوالی نمیپرسی؟ راجب اینا هم بپرس دیگه بابا. بپرس. رود پنجم اسم این مشروبه. اینا چیزاییه که گم شده و اینا پیدا کردن، گوشن یه جایی که ملت بیان بردارن ببرن. نمیشه ما لباسا رو بکنیم غیر بدیم؟ اینجا خیره شده بود. آبا اون خیره شده؟ او لباس پرستاره. داره با زبون بی زبونی بهمون میگه؟ جلوتر پرستارا منتظرن. سیوه؟ آخ جون. خب تو اگه اینجایی پس اون ور چه خبره؟ آه از اینجا اومدیم. آره؟ اونجا حالت خوبه؟ میزونی؟ آره عزیزم. کماکان این تو نمیشه رفت؟ نه. خب سیوه بزنیم و بریم، مرسیم به بیمارستان.
سیف کجا بود؟ اینجا. خب Let me know when you want to move on. هر وقت خواستی بری بهم بگو. Let's go. بزن بری. All right then. خیلی خوب پس. Come on. یالا. چه اشوهی میاد کسافت. و چه قری راه میره بی شرف. We could come back later. میتونیم بعدم برگردیم اینجا اگه بخوای. میدونی؟ اگه استراحت لازم شدیم. خیلی مطمئن نیستم ایده خوبی باشه. هرچی تو بگی. منظورم اینه که توی طوفان هر لنگرگاهی به درد میخوره دیگه. جیمز هم گفت آره به گمانم که حق با تو. برو کنار خوشگله. خب این که بسته است و راه ما رو آسون تر میکنه. کافه نیبرهود، کافه محله، درسته؟ خب من هیچی نبود؟ خیلی خوب، خیلی دیگه دور نیست. از اینجا که چرا مسیرمون همینه. خب پس اول اینجا رو بگردیم. این هم که میره همون ور. اینم که هیچی. ای وای درصدم توقع نداشتم اینجا باشه. خیلی جای هوشمندانه بود. دمشون گرم. واقعا دمشون گرم. یه جایی بود که اصلا توقع نداشتی. خب این که بنبسته. مسیر ما همون برامون در کوچک است. آخ این هم نتیجه کنجکاوی ما عزیزم. بازی جایی که به ما جایزه بده ما رو مجازات میکنه. بیا خوبی کن. بیمارستان که اون وره مقایدتا باید بریم سمت مخالف دیگه. قشنگ همه جا رو بگرد.
نگاه کن. یه ما اون وره اون وضعیتی. ولی حداقل رسیدیم دیگه. حداقل اونجاییم. اونجایی که باید باشیم. جیمز هم گفت منظور چیه؟ گفت به زودی خودت میفهمی. خودشه. قبل از اینکه بریم اینور پس اینجا رو بگردیم. اونا دارن میان. خوبه اینم به بیمارستان ختم نمیشه. خوب شد اومدیم اینجا رو گشتیم. وسط خبری نیست. نه این قسمت خیلی دارم میگردم، یعنی گشتنی جای گشتنی زیاد بود. اینو تو کامنت ها بگید اگه اذیتتون میکنه که از قسمت بعدی کمتر شدم، ولی دیگه باید بگردیم دیگه. باید همه جور گشت. میبینید چقدر تیر دارم، چقدر جون دارم. اینا به خاطر همین گشتن هست. این همه چیزهای مخفی پیدا کردیم، اینا به خاطر همین گشتن هست دیگه. هر دفعه جایزه نمیده به ما، هر دفعه پادوشی به ما نمیده، اما خب خیلی وقتا میده. این همون مکانیه که میگفت مکان خیلی مخصوص و خاص و دوست داشتنیه. همین؟ یه باغ؟ نه یه خورده فراتر از اونه. باشه هر چی تو بگی. فکر نمی کنم قبلا اینجا اومده باشم. بیا اون فقط همین بغله، اون فرد مؤنث. جیمز هم گفت اون منظورت کیه؟ اون کیه؟ یه داستانی هست که این سمت ها تعریفش میکنن، یه جورایی یه افسانه محلیه. از یه زنی میگه که رونده شده، به مرگ محکوم شده توی جزیره روی دریاچه. یه مردی توی شهر بود که دیوانوار عاشقش شد. هر شب مخفیانه میرفت بیرون و پارو میزد به اون سمت دریاچه، براش غذا میبرد و میشست کنارش، با هم وقت سپری میکردن. و هر شب اون اونجا میستاد و توی ساحل یه شمع روشن رو تو دستش میگرفت کمکش کنه راهش رو پیدا کنه. اما یه شب یه طوفان وحشتناک به پا شد و اون شمع خاموش کرد. حتی توی تاریکی اون مرد تسلیم نشد، بر نگشت. بر علیه آبهای خروشان جنگید و پارو زد تا وقتی که بالاخره دریاچه اونو گرفت. میگن حتی اون موقع هم اون زن هیچ امیدش رو از دست نداد. هر شب می اومد لب ساحل و شمع روشن می کرد و منتظر بود که عشقش رو بیاره خونه که اون رو به ساحل راهنمایی کنه. مطمئن نیستم چقدرش راسته، احتمالا یه داستان افسانه‌ایه. اما اون تبدیل شده به یک حضرت محلی، یک فرد مقدس محلی شده. مثلا حضرت عشق نامیرا، عشق همیشگی. به خاطر همین اینجا رو براش بنا کردم. اون اینجا نیست.
What? چی؟ She's not here. اون اینجا نیست. And why would she be? I don't even remember. من اصلا اینجا رو یادم نمیاد. This was a mistake. این یه اشتباه بود. I shouldn't have come here. اصلا نباید میومدم اینجا. Okay. Hey, اشکالی نداره. کلی جای دیگه هم هست واسه گشتن. میتونیم بریم. Come on. یالا بیا. صدای جیغ دختر بچه رو شنیدن عزیزان. خب ما اینجا رو کامل نگشتیم. قبل از اینکه بریم باز کامل بگردیم. یعنی که نمیشه. میشه؟ نمیشه. معلومه که نمیشه. ما از اینجا اومدیم درسته؟ آره. هیچی نیست به نظر. آره هیچی نیست. هم که بسته است. فکر کنم از داخل تئاتر اومد صدا. خب این بخش آخریه دیگه. بعد این فکر کنم برسیم به بیمارستان. دیالوگ نمیگه؟ نه. چی؟ آسمون مصنوعی اسم بازیگرا نمیشه؟ عجب اینم چقدر پوسترش واقعی طوره به نظر میاد جدی جدی یه فیلمه. بریم تو تئاتر ببینیم چه خبره. آخ حالت خوبه؟ آره. Maybe you better wait here. شاید بهتر باشی تو اینجا منتظر شی. بله خب به هر حال خیلی هم طرفدار سینما و فیلم و این داستانا نیستم. And James? و جیمز؟ بله. اون تو مراقب باش. Yeah. باشه. این حوصله سربره. یه دقیقه پیش که وصلت سر نرفته بود داشتی جیغ و داد میکردی. باز قیافت رو میدیدی. بهت گفتم که یه موش بزرگ بود صاف برید روم زیر صندلیم. تو هم جمن بودی جیغ میزدی چاقالوه ترسو. ای چرا باید بی احترامی کنی به می حرف و به بزنی ها؟ به هر حال چرا اینجا نشستی؟ فکر کردم گفتی پلیسا دنبالتن. نه فکر نمی کنم اینجا اومده باشن دنبالم. این به کنار جلو در رو بلوکه کردم پس کسی نمیتونه بیاد تو. نه پلیسا نه این هیولای دیگه. تو آدم عجیبی هستی. دیدید گفت نه پلیسا میتونن بیان دنبالم نه این هیولاهای دیگه. یعنی پلیسا رو هم این هیولا میبینه از دید خودش و این همون پسر توپولاس که توی دستشویی دیدیم اولین بار داشت استفراغ میکرده و چیزی که اینجا میفهمیم اینه که پلیسا دنبالشن پس یه جرمی مرتکب شده. خب آره همه میگن همیشه میگن من عجیبم. خب به گمانم آدم ها هم سر من داد میزنن هم به منم میگن عجیب مخصوصا وقتی کار بعدی انجام میدم. تو کار بعدی انجام دادی؟ میدونی که باید شده پلیسا عصبیشن؟ نه فکر نمی کنم شاید. خب پس چرا ازش عذرخواهی نمی کنی؟ این کار واسه من همیشه کار میکنه جواب میده. اونا گوش نمی کنن به من. هیچ کسی جخ گوش نمی کنه. Okay.
خب دیالوگاشون تموم شد. آره اینجا یه دور دیگه کامل بگردیم. چی؟ اون نمیخوابه. کله هرمیه؟ قویشه. خب اینجا چیز دیگه ای نیست عزیزان. بریم. وای. تو همین صدا رو شنیدی؟ من اینجا بودم. نان اگزیستنس نیستی، مثلا عدم وجود. میگم که دوباره آسمون مصنوعی. خب اینام که اینجا کامل. حالا اینجا رو بگردیم. من اینجا بودم، عدم وجود. اینم که بازگشت به پل نمیدونم چی جو بود. دشویه. بعدی داد داره. اینجا قاعدتاً جونوری چیزی نباید باشه دیگه، چون پسره گفت که ایلا نمیتونم بیان تو، پلیس هم نمیتونه بیاد تو. من از این صحبت ها دختر فرار کرده رفته. دقیقا اون چیزی که توی نسخه اورجینال توی بولینگ علی اتفاق میفتاد الان توی تئاتر اتفاق افتاده، توی سینما. پیتزاش هم اون کناره. ادی تو جیمز هم توی ساختمون آپارتمان هم دیگه ملاقات کردیم. آره یادم میاد. آره see that you didn't make it out yet. میبینم که هنوز از شهر خارج نشدی. آره هنوز نرسیدمش میدونی. خب حداقل اشتهات برگشته. Are you alone here, Eddie? اینجا تنهایی ادی؟ No. نه. یعنی چی؟ It's probably just Laura missing. احتمالاً لورایی که داره بازی گوشی میکنه. اون دختر کوچیکه؟ اسمش لوراست؟ That's what she said. آره خودش که اینطور میگفت. I'm gonna go look for her. من میرم دنبالش بگردم. You coming? تو هم میای؟ Now you want me to come with you? الان حالا میخوای باهات بیام؟ Never mind. بی خیال. بچه پر رو. اون دختره کیه اصلا؟ من نمیدونم، فقط اسمشو میدونم. قسم میخورم مگه نمیخواستی بری دنبالش؟ Hmm.
بهتره عجله کنی. لورا اگه بخواد میتونه خیلی سری باشه. هر طور مایلی. داشت تموم شده دیگه. ترشم داری لیست میزنی؟ به به. بهترین طعم. روژ لب. خب این وسط ها که دیگه نمیشه رفت دیگه. اینجا هم که هیچی. اینجا هم که هیچی. برو بریم. لورا. لورا کی اونجاست؟ اینجا بودم. اونو به یاد بیار. اون مؤنث. چه کلکسیونی دارن اینجا. برگشتمونم است شد. ای کجا میری دختر؟ اونو سب کن خطرناکه. نه واسه مون. واسه تو خطرناکه. ماریا. Did you see a little girl? یه دختر بچه ندیدی؟ آره دیدم. سعی کردم جلوشو بگیرم ولی رفت اون سمتی. هنوز میتونیم برسیم بهش. خب کجا اومدیم؟ اومدیم این ور. خب میشه برگشت؟ نمیشه دیگه. حالا باید بریم سمت بیمارستان عزیزان. تو رسیدیم به بیمارستان. اول اینجا رو بگردیم. جیمز. جیمز نگاه کن. آخ آخ رفت تو بیمارستان. هنوز داشتم میگشتم. نری تو اتومات. آفرین. خب بیا. وقتی شما بریم بیمارستان. البته
اینجا رو گشتم، اینجا رو گشتم، برو بریم. یالا باس برسیم. آره میدونم، فقط آره عجله نکن عزیزم، عجله کار شیطونه. خب وقتشه که بریم تو بیمارستان. تیر شاتگان یک دونه. یه کابینت مخصوص اسلحه است توی بیمارستان. آره ولی خالیه. یه جورایی این وضعیت رو بدتر میکنه. خب واسه امنیت استفاده از اسلحه یه سری قوانین رو اینجا نوشته. درست نشونه بگیرید، انگشتتون روی ماشین نباشه و فشنگ توی اسلحه نباشه. اینجا چیزی دیگه نیست. چی؟ تمام ملاقاتی ها اگه بین ساعت 9 شب تا 5 صبح میاید بیمارستان لطفاً آماده باشید، آماده باشید که کارت شناسایی رو کنید، همینجوری کشکی ندید. خب رسیدیم به یکی از ترسناکترین بخش های این بازی عزیزان، طبقه اول بیمارستان. نقشه‌شو پیدا کردیم. اون کجا رفت؟ نمیدونه. خب کلید میخواد. او سه طبقه است بیمارستانه. خب چندین بار پای سر هم اینا کلیدو گم کردن، به خاطر همین یه قانون گذاشتن که در آخر هر شیفت کلیدا بازگردانده شه به یک کشو، به یک کمد، و تمام خدمه باید رمز اون کمد رو به خاطر بسپارن و به هیچ کس اون رو نگن جز پرسنل اینجا، خدمه خود بیمارستان. تحت هیچ شرایطی نباید این کارو بکنن. و خط پایینی چی نوشته؟ اگه مشکلی پیش اومد به سرپرستار اتاق آزمایش 3 گزارش بدید. مدیر بیمارستان پرونده 3 بیمار وخیم رو درخواست کرده. خودت میدونی اونا کدوم بیماران، لطفاً پرونده ها رو براش ببر توی دفترش. باشه. توجه، اکسیژن رو وقتی استفاده نمی کنید باید خاموش کنید. خب به نظر میاد اون تو یه کلیده،
رمزش ولی نداریم. بعد یه نگاهی به اطراف بندازیم. شاید یه جایی نوشته شده باشه. آره عزیزم. اونجا گشتم؟ اونجا گشتیم؟ یادت باشه اگه این چیزا رو تجربه کردی با دکترت سریعا تماس بگیر. اشتهات کور شده باشه یا مثلا وزنت خیلی بیش از حد کم شده باشه، کم خوابی داشته باشی، پرخوابی داشته باشی، نمیدونم دیگه شور و اشتیاقت نسبت اون کاری که هر روز انجام میدی رو از دست داده باشی، احساس بی‌ارزش بودن یا احساس گناه بکنی و نتونی تمرکز کنی و این صحبت‌ها. آره این چیز جالبیه. حتما شما مگه اینا رو تجربه کردید با یه دکتری چیزی تماس بگیرید. بیشتر منظور چیزه دیگه، بیشتر منظور روانشناسی مشاوری چیزیه. این چیز جالبی بود. این به نظر یه پیامی گوشن توی بازی که ملت رو تشویق کنن که برن مشاوره بگیرن. اونجا لورا، لورا صبر کن، اشکالی نداره، ما نمیخوایم به تو صدمه ای بزنیم. God damn it. لعنتی. میشه برگشت یا نه؟ بازم نقاشی. چرا از دستمو فرار میکنه؟ فکر کنم از من خیلی خوشش نمیاد. اما چرا؟ من نمیدونم. یه خرگوش کشیده کنار گل و پروانه داره بازی میکنه و یه گرگ یا یک هیولا انگار دنبالشه. استراب و فلان رو به ما. خوبه 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 خوبه. آها این برگشت. نه 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 جایی بر نگشت. چه این آسانسوره؟ آره برق نداریم. آها این برمیگرده اون سمت، درسته؟ از بالا صدا اومد. صدا چی بود؟ مطمئن نیستم. بهتره حواس جمع باشی. یه جوری برات نوشتمش که بالاخره بتونی اونو به خاطر بسپاری. وقتی که توی لابی هستی اطراف تو فقط نگاه کن، حالا به یاد بیار پرستارا، دکترا، درختا. پرستارا، دکترا، درختا. پرستارا، دکترا، درختا. پرستارا، دکترا، درختا. به این ترتیب. تیر شاتگان یه دونه یه دونه میده. بابا چرا تو اینجوری میای؟ دیوانه تو، از اینجا باید بیا قاعدتا. اسکل میترسونه آدمو بیشرف. پرستارا دکترا درختا. پرستار دکتر درخت. پرستار دکتر درخت. آها این اگزم روم یکه. ما اگزم روم سه رو راجبش خوندیم. اینجا چیه؟ بیمارستان توی سال 1920. پرستار دکتر درخت. وقتی توی لابی هستی پرستار دکتر درخت. وقتی توی لابی هستی پرستار دکتر درخت. توی این عکس ها دنبال چیزی میگردی؟ خب این دوتا دکتر رو داره به ما نشون میده. توی حیاتن، توی باغن.
اینم پرستارا. خب منظور قاعدتا همینا باید باشه که پرستار دکتر. فقط اونی که ما دیدیم درخت نبود، درخت بود. آره درخته. خب خب اینا هم چیکار کنیم؟ این اطلاعاتو چیکار کنیم؟ پرستار دکتر اشتباهی جون خوردم. اشتباهی جون خوردم. چرا مثلث زدم؟ پرستار دکتر درخت. این ترتیب چی رو داشت؟ انگار داره آدرس میده به یکی، میگه مثلا از این سمت باید بیای. نمیدونم منظورشو نمیفهمم. پرستار دکتر درخت. میشه یه بار دیگه بخونیم ببینیم چیه؟ یه پیامیه که پرستار دکتر درخت، پرستار دکتر درخت، راست چپ مستقیم. بذارید ببینم این اتاقی که ما رفتیم توش این خوندنی رو پیدا کردیم همون اتاق آزمایش شماره 3 هست عزیزم. اینجا پیداش کردیم دیگه. اتاق آزمایش شماره 3. آفرین. ببینم که هیچی. بعد ما اینجا باید چی رو پیدا میکردیم؟ اینجا بود؟ آره. خب این راجب چی نوشته بود؟ رمز قفل. پرستار دکتر درخت. شاید تعدادشونه، شاید تعدادشونه. 1 2 3 4 4 تا درخت داریم. 2 تا دکتر داشتیم. پرستار چند تا؟ 3 4 7 مخلصم مخلصم بابا باریکل. اینم کلید زیر زمین. دختر پرسید کلید طبقه دومه؟ گفت زیر زمین. گفت البته. بابا عزیزان دل، بابا باریکل به ردباز پازل حل کن. پازلاش خیلی خوبه، خیلی جذابه. سخت نیست خب و آسونم نیست و یه جوریه که وقتی حلش میکنی یه حس رضایت بخشی بهت میده، یه حس مفید واقع شدن بهت میده. اینجا به نظر خیلی خالی میاد، حس خالی بودن داره بیشتر از جای دیگه که تا الان رفتیم. خب ما کلید زیر زمین رو گرفتیم، طبقه بالا مجاش چیه؟ بازه یه بسته است. خب این بسته است، باریکی. بریم زیر زمین ببینیم چه خبره. بالا یه در داریم کماکان که کلید میخواد، نه؟ فکر کنم. خب نقشه زیر زمین رو پیدا کردم. این یکی بازه. چیکار کنم عزیزم؟ نه، کار نمیکنم. خسته نباشی. کمک نکن کلاً تو. سکوت رو رعایت کن بذار من فکر کنم عزیزم. آخ 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 آخ، اینجا تاریک شد، بدبختی ما هم شروع شد.
یک جنراتور. فکر میکنی میتونی به کار بندازیش؟ شاید بتونی اون آسانسور دوباره را بندازی. سوخت میخواد عزیزم. بازم از اونا دیدمش عزیزم. دیدمش. از کجا؟ از کجا؟ عزیزم بار کنار. از کجا؟ بار از کجا؟ از کجا؟ صدا 87 تیر داریم. یه ذره تیر بزنیم ها، نظرتون چیه؟ کجا ببریم؟ ای وای ای وای. این شرف قرتی چه خوشگل قایم شده بود اینجا. از کجا؟ به پاچ زدم انگار از کار افتاد. تو کامنت ها نوشته بودید به زانوش بزنیم، به یه همچین جایی نوشته بودید کامنت ها. فکر کنم الان به زانوش زدم ولی سخت دلوم هستم. اینجا هیچ چیز دیگه نبود؟ و بایستید ببینم، هنوز یه سری جا رو اینجا نگشتیم. عشان کامل اینا رو بگردیم مد بریم اون سمت. و این به کجا میخوره دقیقا؟ گفتم از اینجا نور میاد داستان داری. خب وایتکسشونو نمیدونم، همین یه سری مواد شوینده شون کم بوده اینجا نوشته. بعد نوشته بیش از حد داری وایتکس استفاده میکنی و اون پارچه ها و لاف های ما سفیدتر نمیشن. من
سوالی نمیپرسم، نمیپرسم ازت که چرا داری اینا رو اینقدر استفاده میکنی، فقط هر کاری که داری میکنی رو تموم کن. ظاهرا یکی اینجا داشته وایت تکس استفاده میکرده، احتمالاً جنازه ای چیزی توش آب میکردن دیگه، تو سریال دیده باشین واسه حل کردن جنازه ها از وایت تکس استفاده میکنن، و اینجا یکی وایت تکس شدیداً زیادی استفاده میکرده، اما چیزایی که اینجا میشستن سفید نمیشده، پس این وایت اکس ها چی کار میکرده؟ مشخص نیست. عزیزم خفه شو، فقط خفه شو و برو کنار. به خدا که بازم اینجا هست، معلوم نیست از کجا میان بعضیاش. خب این هم سوخته، ما حالت خالی بود، خالیه. هی کجا داری میری؟ نگران نباش، سریع برمیگردم. بهتره که هر چی زودتر برگردی و منو تنها نذاری. آه این از سوختمون عزیزم، اینم از نقشه کل بیمارستان سال 1932. آه نه چیزه، این Plan of Expand نوشه، قصد گسترش بیمارستان رو داشتن مثل اینکه سال 1932. نقشه اونه، گسترش و توسعه. خوبه اول اینو برداشتم و اینا باز دوباره کاری میشد. میبینید بازی افت فریم زیاد داره، خب ولی همینقدر که این بازی افت فریم داره، ووکانگ هم افت فریم داشت. خب بعد منتقدای وطنی مخصوصا خودشونو پاره کردن سر ووکانگ، آی اینقدر افت فریم داره ما نمیتونیم بازی کنیم فلان، به ما در صورت که غیر قابل تحمل نبود افت فریمش. اما برای این بازی یک دونه از این منتقدار دیدین بگن بازی افت فریم داره، همونقدر که سر ووکانگ نالیدن دیدین سر این بازی به نالن؟ نه دارن میان. وای وای عزیزم، برو کنار، برو کنار، برو کنار، زخمی نشی. مردی؟ بلند نشی یا کجا رفتی؟ ایمیل اومده برام وسط ضبط. جالبه. اه؟ آین خون نمیشه. خب معلومه کجا میرفتیم؟ جنراتور اینجا بود درسته؟ درست. خب خلاصه که منظور اینه افت فریم خیلی بازی ها الان این روزا دارن،
اکثر بازی بزرگ این روزا افت فریم رو دارن و چیز اذیت کننده ای هست، اما واقعا قابل تحمله. اینجوری نیست که مثلا بگی نمیتونم بازی تجربه کنم چون افت فریم داره، ولی برای ووکانگ یه جوری ملت میگفتن که انگار واقعا بازی صرفا به خاطر همین ایرادش دیگه قابل تجربه نیست. این خیلی عجیب بود، خیلی عجیب بود. و نقد هر منتقد وطنی رو هم که نگاه میکردی به بازی نمره بالایی داده بود، ولی فقط داشت از بدیای بازی میگفت. خیلی واقعا برام خیلی عجیب بود که همه یک صدا اینجوری باشن نسبت به بازی. جنراتور الان ما همچین موجودی رو کشیم. آن آره، چون خونی شده اینا یکی شده انگار. فکر کنم اینا از اوناست که مریضای بیمارستانه، از اون نوع اول دشمنه که دیدیم. آسانسور درست شد. چیز دیگه ای نداریم یا بریم؟ وای برو کنار، برو کنار، با کله رفتم تو باسن ماریا. دقیقه منفی یک فکر کنم، الان منفی یکی جایی نمیشه چون زیر زمینی باید منفی یک باشه میگه. یک هم باید لابی باشه دیگه. ما الان باید بریم دو، اما قبل از اینکه بریم دو بریم سیو کنیم عزیزان و ببینیم اینجا چه تغییری کرده. این باز بود قبلا؟ آره این باز بود. آخ شب شده. خب این کلید میخواست نه؟ بخش داخلی بیمارستانه. این ور چی؟ می‌بینم که کلاً باز نمی‌شد. اینجا کافتریاست، بخش شرقی بیمارستان. خب عزیزان دل، ما سیو می‌کنیم و این قسمت رو اینجا تموم می‌کنیم. قسمت بعدی می‌ریم طبقه دوم بیمارستان ببینیم چه خبره. نظرتون چیه؟ مرسی که ویدیو رو دیدید. لایک و کامنت یادتون نره. مخلصم تا یه ویدیوی دیگه، یه قسمت دیگه. خدا حافظ.